آیا می توان با ایجاد منطقه ممنوعه پروازی جلوی یک فاجعه انسانی در لیبی را گرفت؟ غربی ها هنوز به توافقی نرسیدند، اما مخالفان رهبر لیبی دست به دامن سازمان ملل شدند تا این طرح را اجرا کند. اینجا در پارلمان اروپا روز گذشته دو تن از نمایندگان مخالفان معمر قذافی حمایت خود را از این طرح اعلام کردند. اگر ایجاد منطقه پرواز ممنوع جلوی پیشروی ماشین کشتار قذافی را بگیرد، با این پیش شرط که از حضور فیزیکی نیروهای غربی جلوگیری شود موافقیم. مقصود محمود جبرئیل از نیروهای غربی به طور خاص نیروهای نظامی کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو است. دبیر کل ناتو در گفتگویی با خبرنگار ما در بروکسل گفت: هر گونه عملیات مداخله جویانه ناتو در لیبی نیازمند مجوز رسمی شورای امنیت سازمان ملل متحد است. اتفاقا مشکل اساسی همینجاست، چرا که چین و روسیه از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل حاضر به اجرای عملیات برای برقراری منطقه ممنوع پروازی نیستند. در حالی که فرانسه، ایالات متحده و بریتانیا موافق اجرای این طرح هستند، چین و روسیه همچون درباره موضوع هسته‌ای ایران ساز مخالف می‌زنند. ساز مخالفی که در هنگام رأی‌گیری برای اجرای تحریم‌ها علیه دولت قذافی به هیچ وجهی به صدا در نیامد و تمام کشورهای عضو در عرض 4 روز به بلوکه کردن ثروت معمر قذافی و خانواده‌اش و همچنین تحریم فروش اسلحه به حاکم لیبی رأی موافق دادند. روسیه و چین میگویند اجرای طرح منطقه ممنوع پروازی اعلان مستقیم جنگ به دولت لیبی است، در حالی که اعمال تحریم ها از نظر حقوقی رنگ و بوی جنگی ندارد، خصوصا که افکار عمومی جهان از اعمال این طرح توسط بریتانیا و آمریکا خاطره خوبی ندارند و صحبت های اخیر وزیر دفاع ایالات متحده شبهه‌ها را بیشتر میکند. منطقه ممنوع پروازی یک معنی بیشتر ندارد. نابودی دفاع هوایی دشمن و این تنها راه اجرای این طرح است. اما سوال دیگر این است که در صورت اعمال این طرح آیا باید آن را بر فراز کل آسمان لیبی اجرا کرد و یا تنها کنترل نواحی شمالی این کشور کافی است؟